سلام، درس چهار رو شروع میکنیم به عنوان جاب اینترویوز، مصاحبه های شغلی. بخش بسیار مهمیه. اگر برنامهتون رفتنه و به کار احتیاج دارید، باید روی این خیلی کار کنید. این درس یه مقدماتی بهتون میگه، ولی اصلا کورس های متفاوتی هست برای جاب اینترویوز. خب بخش اول بخونیم. میگه preparing for interviews، آماده شدن برای مصاحبه ها. When companies are recruiting، یعنی وقتی دارن استخدام میکنن، recruit استخدام کردن. They often have a set of criteria. Criteria مثلا تو IELTS هم دیدید، یا IELTS criteria داریم. یعنی اون فاکتورهایی که بر مبنای اینا تصمیم میگیرن. یک سطح‌بندی میکنن که مثلا ما یه آدمی میخوایم چه میدونم 4 سال تجربه کاری داشته باشه، مثلا فلان مدرک رو داشته باشه. به اینا میگن criteria. Which they use to find the most suitable candidates. If you are shortlisted for an interview, shortlist یعنی چی؟ اولش کلی آدم میان، مثلا از بین 100 نفر یهو 15 نفر انتخاب میکنن، اون میشه shortlist، یعنی یه لیست کوتاه‌تری درست کردن و یه اینترویو دومی میرن. Make sure you do your homework first. Do your homework اینو میدونید به معنی انجام تکالیفه، ولی در حالت EDM که استفاده میشه یعنی برید تحقیقاتتون رو بکنید، بررسیاتون رو بکنید. میدونید در اکثر کشورهای غربی اینجوریه که شما همینجوری نمیری بگی من فلانی ام، شما کارتون چیه، شما هم باید برید در رابطه اون شرکت تحقیق کنی، بدونی چی کار کردن، لاین کاریشون چیه، تو چه زمینه‌ای خوبن، تو چه زمینه‌ای نیاز به پیشرفت دارن و اینا، از اینا هم میپرسن. در ادامه میگه که find out as much as you can about the company, its product, market, competitors. همون چیزی که گفتم، شرکت، محصولش، بازارش، رقیباش، اینا رو تحتش باید دارید. If you can, ask a friend to do a trial run with you. Trial run به معنی آزمایشیه، یه تستیه. مثلا اگه دوستتون بخواد بیاد ازتون مصاحبه بگیره، تست کنید خودتون رو. This will help boost your confidence. Boost کلن یعنی تقویت یه چیزی. Boost your confidence یعنی اعتماد به نفستون میره بالا دیگه. The interview may be conducted by a panel. Panel یعنی به جای یه نفر چند نفر نشستن. معمولا تو پوزیشن های مهم اینجوری که چند نفر میشینن، که چون ممکنه شما مثلا با دپارتمان های مختلف در تماس باشی یا با تخصص های مختلف، نمیشه فقط یه نفر بشینه و خیلی هم سخت میشه اونجوری. Probably including your future line manager. Line manager چیه؟ یعنی اون آدمی که بالای سر شما، مثلا شما توی شرکتی کار میکنین که 10 تا دپارتمان داره، یه بخشیش مثلا شما چون هم تو حوزه برنامه‌نویسی هستید، مثلا توی یه حوزه مثلا برنامه‌نویسی امنیت که دارید انجام میدید، مدیرتون اونجا میشه لاین منیجر، یعنی اون مسیری که شما دارید کار میکنید توش، مدیرتون اونجا میشه لاین منیجر. Don't forget to make eye contact with all the interviewers while you are talking. Eye contact. تماس چشمی برقرار کنید. سرتون رو نندازید پایین. در دیوار رو نگاه نکنید. با اعتماد به نفس. شونه ها مثلا عقب. یه همچین حالتی. As you arrive at the interview, body language is important. زبان بدنتون مهمه. خودتون رو مچاله نکنید، جمع و جور رو کوچیک کنه، خیلی تر و تمیز و با اعتماد به نفس. و فقط حواستون باشه بین اعتماد به نفس با کاکی بودن، با آدم از خود متشکر خیلی مغرور و اینا متفاوت هست. اینو درک کنید. Give a firm handshake and speak up. دست درست بدید. قدیمی ها دارید چجوری دست میدن، حالا نه اونجوری بزنید کف دستی ها رو، ولی نترسید. ضمن اینکه سعی نکنید با تمام دست دست بدید، سعی نکنید با 4 تا انگشت و شستتون دست بدید، قشنگ دست دست بدید، درست حسابی جون داشته باشه دستتون. speak up هم یعنی بلند صحبت کنید، نه اینکه مثلا داد بزنید صداتون اینجوری بشه همه اونایی که اونجا نشستن بشنون. صدای ضعیف ممکنه مثلا این پیام رو بده که شما یا مطمئن نیستید از خودتون یا خجالتی. This will help to create a good first impression. First impression اون تأثیر اولیه رو میگن. همیشه هم میگن first impression lasts. یعنی اون تأثیر اولیه همیشه تو ذهن آدم هست، یادشون نمیره.
خلاصه اون تاثیر اولیه رو بذارید. یه نکته ای هم بگم، غربی جماعت تعارف و این چیزا که نداره. ما مثلا از خودمون تعریف نمی کنیم، همیشه میگیم حالا دیگه آدم که نباید از خودش تعریف کنه و بقیه باید بگه. اتفاقا شما اینجا میرید باید تعریف کنید، اصلا میگید من باعث موفقیت این تیم شدم. اگه واقعا فکر میکنید باید بگید من این کار کردم. این من گفتن در فارسی خوب نیست، ولی تو این زمینه ها خوبه. این چیزایی که جزء تفاوت فرهنگی ماست. برنامه ای هست تحت عنوان The Apprentice در بریتانیا که لورد آلن شوگر اجرا میکنه. در امریکا هم رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ اجرا میکرد. برنامه قطع شد دیگه، در امریکا اجرا نمیشه. قدیمیاش هست. این برنامه ها رو ببینید تا ببینید که چه گرگایی میان تو کار، یعنی ببینید چه جور آدمایی کارو میگیرن. با اون به قول معروف نجابت و متانت ایرانی فقط سرتون کلاه میره. این چیزها رو ببینید قبلش، اگر برنامه تو اینه که برید کار کنید. سریال سوتس، نمیدونم قبلا در مورد این سریال صحبت کردم. سریال مثلا خیلی هنری خاصی نیست، سریال تفریحیه. بشینید مثلا شب یه قسمت تو این حوصله‌تون سر نره، ولی توی اون بسیاری از رفتارهای حرفه‌ای در محیط کار مثلا امریکایی یا اکثر غربی ها اکثرا شبیه همان دید. اینا رو یاد میگیرید تا جایی که میتونید خودتون آماده کنید. مستند ببینید، فیلم ببینید، چیزایی که مرتبط با بیزنسه، تا جایی که میتونید خودتون رو نزدیک کنید که اون وقت گیج نشید کالچر شاک که بد نگیرتتون، که تو محل کار درجهش خیلی بیشتر میشه. خب بخونیم بخش دوم. جیرینگ این اینترویو، در طول یک مصاحبه. اون بالا هم پنل رو گفت. ببینید این آدم الان داره مصاحبه میشه، یه پنلی هم اینجا نشسته ازش سوال میپرسن. حالا این بنده خدا دیگه به نظر خیلی دیگه صمیمی و راحت میاد، خم شده رو میز، ولی شما سعی کنید معقول باشید دیگه. خب این سوالا رو یا این جوابا رو ممکنه شما در یک بذارید اینجا بذارم که همش معلوم شه، یه اینترویو بشنوید. میگه So, can you talk us through your CV؟ CV که میدونید همون رزومه است. رزومه. Talk somebody through یعنی یه چیزی رو از اول تا آخر برای یه نفر توضیح بدید. ببین وقتی اینو میگن 100% بدونید که رزومه تون خوندن، میدونن چی کاره این. تک تک اون خطای رزومه رو وقتی شما شورت لیست شدی، پنل نشسته جلوت، مطمئن باشید که CV تون رو حفظن. چرا میگن شما اینو بگید؟ میخوان ببینن شما چجوری از خودت و کارت تعریف میکنی، چجوری بیان میکنی، نحوه بیانت، و از همه مهمتر اینه که شما رو کجای سیویت رو بولد میکنی. مثلا میگی فلان کار رو انجام دادم، فلان کار، خیلی مهمه. برای همین میخوان که خودتون یه بار توضیح بدید. و اون جواب میده که Well, I studied engineering and then took a job as a trainee at F3 Telecom. Trainee یعنی کسی که قراره بهش آموزش بدن دیگه. من رفتم اونجا، بذارید اینو بکشم این ورتر که همزمان که من فارسیشو میگم شما هم انگلیسیشو اینجا ببینید. Training given to employees to increase their knowledge or skills. به این میشن training. ببخشید آدمی که اینو میگیره. A person who is learning a new job. ببخشید. بعدی میگه که I'd like to ask about opportunities for professional development. میخوام بدونم که در رابطه با مثلا موقعیت هایی که این شرکت ایجاد میکنه برای چی؟ برای professional development. یعنی تو توسعه مسیر حرفه‌ایم چه آفرایی هست؟ چه پیشنهاداتی؟ چه گزینه هایی سر رام قرار میگیره؟ میگه که We have a very good in-house training program for new recruits. In-house به آموزش هایی میگن که داخل خود شرکت اتفاق میفته. یه وقتی اینا آوتسورس میکنن. مثلا فرض کنید شما اگه یه شرکت کامپیوتری کار کنید، ممکنه مثلا برای چه هم دوره های سیسکو شما رو بفرستن یه مؤسسه. اونا آوتسورسه، میفرستنتون بیرون اونجا یاد بگیرید. ولی یه وقتی از خودشون امکاناتو دارن، همونجا بهتون درس میدن. حالا یا تو کارگاه ها یا اصلا on the job، یعنی در حین کار. New recruits هم یعنی استخدامی های جدید. بعدی میگه که Can you give us an example of how you've worked well under pressure؟
یه مثالی میتونی به ما بگی که تحت شرایط چی under pressure، یعنی تحت شرایطی که فشار زیاده، استرس زیاده، میخوام ببینم شما چجوری رفتار میکنی. They want someone who can think. اینجا بنویسم. وقتی اینو میپرسن منظورشون اینه. They need someone who can think on their feet. کسی که بتونه در لحظه تصمیم بگیره، کارو در بیاره، اصطلاحاً بداهه کار کردنش بلد باشه، یعنی بداهه کار کردن. و اگه فرض کنید به یه مشکلی خوردیم، الان شما سوپروایزرت نبود، بتونی کارو در بیاری، اینا خیلی مهمه. بعدی، How would your colleagues or your supervisor describe you? Supervisor که اون سرپرسته دیگه. اونا چجور شما رو توصیف میکنن؟ جواب ندید نمیدونم، باید از خودشون پرسید. حالا چه حرفیه واقعا، تعریف از خود نباشه، اینا رو بذارید کنار. صاف و مستقیم باید بگید مثلا you know, they think I'm an ambitious person. فکر میکنن که من آدم جاه طلبم. خب؟ و حالا هر چیزی. ambitious، جاه طلب در فارسی خوب نیست ولی در انگلیسی معنی خوب داره. در نتیجه حاشیه نرید، حرف علکی این وسط فایده نداره. باید دقیقا بگید چی فکر میکنن. خب؟ و بهترین صفت ها رو از خودتون بگید. نه اینکه مبالغه کنید یا اگزاجریت کنید. چیزی که واقعا هست. کلمات خوب منظورم به کار ببرید. اینجا مثلا یه نمونه گفته. I'm keen to take on more responsibility. یعنی من مشتاقم که چیکار کنم؟ take on، بگیرم، قبول کنم مسئولیت های جدید رو. یه نکته ای هم بگم، الان اینه که گفت یادم افتاد. یه وقتی هست میان تو شرکت پیشنهاد میدن که آقا ما میخوایم یه کاری انجام بدیم، کی حاضر این کارو بکنه؟ شما میای پیش قدم میشی روی این حساب که مثلا میبینی کسی دیگه نمیگه. خب از این چیزا در مثلا کارهای شرکت های ایرانی پیش میاد. شما میار کارو میگیری و حالا توش هزار و یک گرفتاری پیش میاد، پیش خودت میگی که بابا باید برن خودشون هم شکر کنن دیگه که من اومدم این کارو بگیرم، دیگه توقع چی دارن؟ برعکس، اون کار به مشکل بخوره میان یقتونو میگیرن و اتفاقا آبروی آدم هم میبرن. تو که آماده نیستی برای چی این کارو قبول میکنی؟ نمیتونی بگی بابا هیچ کی قبول نکرد، من اومدم یه لطفی بهتون بکنم. یارو بی خود کردی، لطف چیه؟ اگر کسی نتونه این کارو انجام بده ما میدیمش به یه متخصص، آوتسورسش میکنی. گرفتی؟ پس در نتیجه سر مرام و معرفت و این چیزا نرید وقت مسئولیتی رو قبول کنید. وقتی مسئولیتی رو قبول میکنید باید بتونید انجامش بدید. بهونه و اینا، این بعد تعریفشون از بهانه هم متفاوته دیگه. یعنی چه میدونم آیم اون روز مریض شدم، اون کارو انجام نداد، مثلا میگی بابا طراحه به من نرسون من فلان کارو انجام بدم. میگه خب تو مسئولیت گرفتی دیگه، تو باید با طراح صحبت کنی. به من ربطی نداره که تو با آدمایی که داشتی کار میکردی کی خراب کرده، من یه رابطه دو طرفه با تو دارم. اینکه پشت تو داری تو بک‌گراند چیکار می‌کنی من هیچ ربطی نداره. متوجهی؟ پس ریسپانسیبلیتی رو از اون ورم اینا بگم، اینم یادتون نره. وقتی مسئولیت رو قبول کردید که کسی نکرده و کارو انجام دادید، بابتش برید بخواید. پس فردا اگه نیازی دارید میرید میگید. مثلا میگید که آقا من میخوام 5% به حقوقم اضافه کنی. یارو میگه برای چی؟ میگی خب خارج از این که نیاز دارم، آدمی هم که ثابت کردم این 5% مثلا حقم هست، مثلا در اون کار که هیچ مسئولیتشو انجام دادم به خوبی از پسش برآمدم. یعنی تو ذهنتون باشه، ما اینا رو در فرهنگ فارسی خوب نمیدونیم. میگیم یارو رو نگاه مثلا لقمه های ما رو شمرده، یا حواسش یه کار حالا برای ما کردی حواست بوده. آره اینا هست تو فرهنگ فارسی هست، ولی اشتباه است. در حداقل در فرهنگ بیزنسی اشتباه است. پس باید تو یادتون باشه بگید من فلان کارو کردم، فکر میکنم که ارزش این افزایش حقوق رو دارم. من مثلا تیم پلیر خوبیم، من از ساعتهای کاری من به وقتهای بیشتر کار میکنم، هر زمان که من نیاز داشته باشید هستم. اینا باید تو ذهنتون باشه. یعنی کلن اون ذهنیت کار کردن در شرکت ایرانی رو باید بذارید کنار. ما
واسه این میگم سعی کنید مستندهای مربوط به بیزینس و اینا رو ببینید. برنامه The Apprentice یه بار گفتم، بس بنویسم Apprentice. چه امریکا چه یوکی، امریکاش خب یه ذره قدیمیه، یوکیش ولی تولید میشه، هنوزم تولید میشه، میاد، فرقی هم ندارن غیر از تفاوت لهجهشون، فرقی نداره، همون تمو حالا نگاه کنید متوجه میشید. شما یه فصل از اپرنتیس رو ببینید حتما دو سه قسمت اول شوک میشید که اینا چقدر پرروان، به قول اون یارو تو اون سریال چقدر پرروی دریده، ولی واقعا این شکلیه، یعنی شما هیچ حقی بهتون داده نمیشه مگر اینکه برید بگیریدش. و یه چیزی بهتون میگم، کسی نمیگه شما چقدر آدم نجیبی هستید که نمیاید مثلا برای افزایش حقوقتون، یا مثلا اگر یک پستی در شرکت باز شده و شما میتونید بگیرید، شما نرید منتظر باشید که حالا اینا خودشون بفهمن بیان بدن. کسی نمیذاره رو حساب نجابت، ببخشید، میذاره رو حساب حماقت یا عدم اعتماد به نفستون. و سریال سوتس هم هست. پس خلاصه به این قضیه دقت کنید، این درس خیلی مهمه. خب یه جاب آفر هم بخونیم اینجا، یه پیشنهاد شغلی نوشته: Dear Mr. Melton, thank you for attending the interview last week. خب ممنون که اومدید. حالا: We very much enjoyed meeting you. We are delighted to offer you the position of trainee programmer. We offer you the position. یعنی موقعیت رو به شما پیشنهاد بدیم. Offer somebody a position. We believe your qualifications and experience will be an ideal fit for the job. Ideal fit. Ideal همون ایدئاله. Fit یعنی یک چیزی که یه فیت ایدئال. چی میگیم فیتو؟ یه مچ ایدئال. یه چیزی که دقیقا به این پست میخوره. Please review the attached document outlining your salary, benefits, including paid leave and reporting structure. And sign where indicated. خب، outline چیه؟ outline یه شمای کلی از یک چیزه. یعنی همه اینا رو که توضیح داد، salary, benefits و باقی موارد، اون تو به صورت کلی توضیح داده، outline کرد. Paid leave یعنی مرخصی با حقوق. مثلا چه یه هالیدی میری یه چیز دارید، حقوقش کم نمیشه، اونا رو هم حقوق حساب میشه. و reporting structure به اون ساختار اداری میگن، یعنی شما به کی گزارش میدی، اون به کی گزارش میده، مسئول فلانجا کیه، اون یکی کیه، اون یه حرفا. Return the document within 5 business days. Once we have received the paperwork, we will contact you to arrange your start date. Start date روز شروع. یه نکته، هر جا مشغول شدید اینو بپرسید که بزنس دی به چی میگن. خب بعضی شرکت ها میبینید که مثلا تو ویکند، مثلا یه روز از ویکند براشون بزنس دی حساب میشه، با اینکه شما سر کار نیستی ولی باید آن کال باشی. مثلا اینو بپرسید که آقا تعریف شما از بزنس دی چیه. این نکته مهمیه، یادتون نه. باقیش هم که دیگه تشکر کردن و ایشالله ماشالله که بیاید سر کار دیگه. همین موارد. خب خیلی دقت کنید به این درس دیگه. ببین این درس هایی هم که خارج از بحث زبان اصلا به آیندهتون ربط داره. اینا رو 3 برابر بهش توجه کنید، 4 برابر توجه کنید. 2-3 درس بعدی هم به اینا مرتبطه. خوب مرور کنید، تمرین های درس رو هم انجام بدید، سوال هم اگر داشتید بپرسید. من نمیدونم، حالا قول نمیدم چون حرف رو حواس، ولی شاید یه روزی یک دوره‌ای برای جاب اینترویو درست بکنم. حالا خودم چیزای جالبی توش میدونم، بالاخره آدم میخونه، تجربه میکنه، چیزای مختلفی هست که فکر میکنم ارزش گفتن داره، ولی حالا نمیدونم کی. شاید یه روزی درست کنم، همینم که میگم قطعی نیست، اگه حالا متقاضیش باشه شاید درست کردم از دید یه آدم مثلا ایرانی. جالبه وقتی خارجی درس میده یه چیز دیگه است، وقتی یه ایرانی میگه این خیلی قضیهش فرق میکنه. خب اینم از این درس، تا جلسه آینده.